سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شمار بالای اعدام‌ها در ایران هشدار داد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از افزایش هشدار دهنده اعدام‌ها در ایران خبر داد و خواستار لغو احکام اعدام شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفت استفاده ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب نشان دهنده سوء استفاده وحشتناک از قدرت است و کشورهایی که به ایران نزدیک هستند باید خواستار توقف فوری اعدام ها شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اعدام دست کم 87 نفر تنها در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران درباره اوجگیری روند اعدام ها از سوی دستگاه قضایی ایران هشدار داده است. شمار اعدام ها در ایران به نسبت جمعیت آن نشان می دهد که ایران بیشترین شمار اعدام را در جهان دارد. طبق گزارش عفو بین‌الملل در سال 2023 دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند که در قیاس با سال قبل 48% افزایش داشته و این سازمان بین‌المللی دلیل آن را تلاش حکومت ایران برای ایجاد ترس و خفقان در میان مردم به دلیل اعتراض به عملکرد حکومت تعبیر می‌کنند. به تازگی ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از موج اخیر اعدام‌ها در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. آبان سال گذشته نیز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره سرعت نگران کننده اجرای احکام اعدام در ایران هشدار داده بود. بر اساس تحلیل فعالان و سازمان‌های حقوق بشری این تشدید هشدار دهنده اعدام‌ها بر روند نگران کننده افزایش خشونت و سرکوب دولتی در ایران تاکید می‌کند. طبق دیدگاه این فعالان و سازمان‌ها استفاده از مجازات اعدام در ایران منعکس کننده مسائل گسترده‌تری در رویه‌های حقوق بشری این کشور است و نگرانی‌های جدی را در میان جوامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری ایجاد می‌کند. گفتنی است در حالی که جامعه بین‌المللی شاهد این اعتراض‌ها نسبت به رویه ایران است، درخواست فزاینده‌ای برای فشار دیپلماتیک به مقام‌های ایرانی به منظور رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد.